پایان منازعه 40 ساله در یک روستای پروان. عبدالمحمد بیش از 30 تن از اقاربم کشته شدند. طالبان مانع برگزاری مراسم 29 حمل در هرات شدند. اسماعیل خان پرچم آزادی و احتزاز در خواهد آمد. روایتی از سوختگان آموزش. آتش فقر از شانه های ملت زبانه می کشد. به نام خدا و با درود سلام به کانال خبری ما خوش آمدین. مشروع خبرها. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد طالبان مانع برگزاری مراسم 29 حمل در هرات شدند. اسماعیل خان پرچم آزادی و احتزاز در خواهد آمد. 29 حمل 13/1 در تقویم هجری شمسی در ولایت هرات به نام روز پیروزی مجاهدین در برابر ارتش سرخ شوروی نامگذاری شده است. از این روز همه ساله در ولایت هرات با حضور پررنگ هراتیان تحت رهبری محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی تجلیل می شد. اما امسال با روی کار آمدن طالبان خبری از این مناسبت و شور شوق هراتیان نیست. یک منبع که نخواست نامش فاش شود به روزنامه 8 صبح گفت که طالبان به برگزار کنندگان این مراسم اجازه ندادند که از این روز یاد بود کنند. با گفته این منبع آنان میخواستند بدون حضور محمد اسماعیل خان با شمار دیگر از مجاهدین که همگون در هرات به سر میبرند از 29 حمل بزرگ داشت کنند. اما طالبان مانع این اقدام شدند. منبع تصریح کرد ما میخواستیم که در این روز به یاد بود از شهدایی که به خاطر خروج نیروهای شوروی جان خود را از دست دادند در مرکز شهر هرات با ایجاد غرفه های کوچک برای نیازمندان افطاری توزیع کنیم، اما برای ما اجازه داده نشد تا حداقل این اقدام کوچک را به احترام مجاهدین انجام دهیم. همزمان با فرارسیدن 29 حمل طالبان در هرات با نشر اعلامیه هشدار دادند که پس از این کسی حق استفاده از مواد آتش زا و پتاقی را ندارد. این اعلامیه در حالی نشر می شود که همه ساله در مراسم 29 حمل در مرکز و قسمت های از شهر هرات آتش بازی و فیرهای هوایی صورت می گرفت. طالبان با نشر این اعلامیه به فروشندگان و استفاده کنندگان مواد آتش زا و پتاقی هشدار دادند که در صورت فروش و استفاده از این مواد بازداشت خواهند شد. شماره از باشندگان هرات با استفاده از این اقدام میگویند که در سالهای گذشته استفاده از این مواد در میان مردم رعب و وحشت ایجاد میکرد. سال گذشته مسئولان شفاخانه حوزه هرات اعلام کرده بودند که در پی فیرهای هوایی و آتشبازی به مناسبت 29 حمل 5 تن به شمول یک دختر 8 ساله زخم برداشتند. در همین حال هراتیان میگویند که این توجیه خوبی برای ممانعت از تجلیل این روز نیست. علی احمدی که همه ساله در مراسم 29 حمل سهم فعال می گرفت در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این روز برای هراتیان یک افتخار و نوع ایجاد شادی است. احمدی افزود ما همه ساله در این روز از خانواده های شهیدان دیدار کرده و با آنان کمک می کردیم، شعر می خوانیم و یک هفته کامل را در سطح شهر برای مردم شربت و آب توزیع می کردیم. آتش بازی تنها بخش از این مراسم بود که این یک چیز تازه نیست و همه در مراسم آتش بازی و فیر هوایی می کردن، حتی خود طالبان. واکنش های مردم. ممنوعیت برگزاری مراسم 29 حمل در ولایت هرات واکنش های زیادی را در پی داشته است. شماره از هراتیان با نکوهش اقدام طالبان می گویند که این گروه نمی تواند این روز را از یاد و خاطرات مردم حذف کند. میلاد فرخنده باشنده هرات در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که طالبان تلاش دارند این روز را از تقویم کشور حذف کنند و ای تاکید کرد که شاید طالبان بتوانند مانع برگزاری این مراسم شوند، اما هیچگاه نمی توانند این روز سرنوشت ساز را در ذهن مردم دور کنند. این مراسم در سالهای گذشته به گونه های متعدد از جمله راه اندازی شب شیر، ختم قرآن کریم در برخی از مساجد، برپایی خیمه ها و چراغانی کردن مرکز شهر هرات برگزار می شد. اما به گفته هراتیان امسال طالبان حتی اجازه کوچکترین تجلیل از این روز که همانا
برپای خیمه و توزیع افطاری در سطح شهر بود را به آنان نداده است. نقش اسماعیل خان در تجلیل 29 حمل. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در هرات نقش اساسی و مهمی در برگزاری مراسم 29 حمل داشت. تعداد زیادی از مردم در این روز به پیشواز و قدردانی به خانه اسماعیل خان می رفتند و او را نیز در شب آتش بازی در مرکز شهر هرات حضور می یافت. اما پس از تسلط طالبان به ایران سفر کرد و در مشهد این کشور مسکن گزین شد. از آنجایی که اسماعیل خان نقش اساسی و پررنگی در این روز داشت، بیشترین باشندگان هرات و فرماندهان پیشین جهادی در حوزه غرب این روز را با نام و نشان محمد اسماعیل خان می‌شناسند. در 29 حمل 14 ساعت در زمانی که جمهوریت صدها تن از افراد مسلح وابسته و محمد اسماعیل خان به مناسبت این روز را در خانه او تجمع کرده بودند، اسماعیل خان در آن روز با توجه به افزایش تحرکات طالبان در ولایت‌های غربی افغانستان از آنان خواست که دست از خشونت بردارند و تاکید کرد که طالبان به هیچ عنوان از راه زور به حکومت افغانستان دست نخواهند یافت. اما حالا خلاف گفته های او، طالبان حکومت افغانستان را در دست گرفته و مانع برگزاری مراسم 29 حمل در هرات شدند. در همین حال محمد اسماعیل خان با فرارش زن 29 حمل با نشر بیانیه در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که خون شهیدان هدر نخواهد رفت و پرچم آزادی و برادری به احتضان در خواهد آمد. 29 حمل 1371 به نام روز پیروزی مجاهدین در ولایت هرات مسمع است. در این روز تعداد زیادی از مردم شهر هرات با سلاح‌های دست داشته خود بر نیروهای سرخ شوروی هجوم بردند و موفق به شکست آنان شدند. از آن روز به بعد همه ساله در ولایت هرات از این روز گرامی داشت می شود. واکنش های تند مردم به مانع شدن 29 حمل روز شکست شوروی از هرات. اسماعیل خان پرچم آزادی به احتضان در خواهد آمد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می‌گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان را به نشر می‌گذاریم. تا درود دیگر، بدرود.